Lesson 23. درس 23 وام از کتاب پرمحتوای تافر رو با هم داریم با دروای هضم زبان انگلیسی با جیمز درس رو با هم شروع میکنیم از لغت اول دوستان به تلفظ دقت کنین که تلفظ برخی از این لغات به یه شکل دیگه گفته میشه اما در نوشتار شما به شکل دیگه ای می می‌بینید حالا اون لغت که رسیدیم احتمالاً بر یک 1 2 3 لغت پنجم این درس هستش که تلفظ اشتباه درسته معنی رو میرسونه ولی تلفظش فرق داره حالا بریم برسیم من تلفظ رو به شما میگم از لغت شماره یک درس با هم شروع میکنیم خب ببین دوستان لغت شماره یک اکلمه که اشاره غیر مستقیم صحبت میکنه حالا میگه اشاره مستقیم حالا اصلا نگین مستقیم غیر مستقیم بگین اشاره دیدین یه نفر میگه به شما میگه که دیدی توی کنفرانس اشاره کرد وسط صحبتاش به موضوع افزایش حقوق همینو که میگیم ما میگیم یه اشاره ای کردی یا اون وسط راست گفتی یا دروغ بود گفتی حقوقا میخواد بره بالا چون یه اشاره ای کردی به یک شخص مهم اون کی بود گفتی تو یه اشاره ای کردی به برنامه های آینده اما نگفتی برنامه همون چیه در کل یه اشاره کردی لغت ما میشه illusion illusion اوکی لغت این درس ما لغت اول ما با تلفظ illusion شروع میشه دوستان فقط به هیچ وجه نگین illusion ای که میگید رسما بعد کامل ای میگید ها میگید illusion یعنی تو ابهام بودن آقا خیالاتی شده میگیم you are under illusion این صدای ای کامل نمیده بگین illusion ما بین ا و ای وایسید illusion اوکی illusion illusion بسیار عالی خب شد اشاره مستقیم حالا اشاره غیر مستقیم اشاره میکنیم به یه شخصی چیزی کسی ولی خب آکسفورد هم به ما تاکید میکنه که کاملا غیر مستقیم واضح نگفتی یه مثال جذاب بهتون بگم بریم لغت بعدی میگم که جیمز داشتی صحبت موبت میکردی اون وصله اشاره کردی به یک کتاب گفتی خیلی خفنه میشه باش لغت یاد گرفت اون چی بود؟ میگم که جیمز you made an allusion to a really well known book What was the name of the book again please? اسم اون کتاب چی بود یه بار دیگه به بگو چون یه اشاره کردی میگم که of course of course i made an allusion to that book the name of the book is TOEFL essential vocabularies تمام نام کتاب لغات ضروری در تافل بود و من الوژن کردم اشاره کردم به اون کتاب یه اشاره کردم ولی کامل نگفتم اسمش چیه خب یه بزار جذاب دیگه بهتون میگم ببینید برای مثال برمیگردیم میگیم This is an allusion to historical events این یک اشاره ای هستش به رویدادهای تاریخی اشاره کردی خاصی بگی طرف اشاره کرد به چیزی بگو illusion, illusion. و اینجوری هم میتونید ناختار اسم و مورد کتاب شما باید اینجوری استفاده کنید بگید که make an illusion شما اشاره ای کردی با make استفاده میشه دوستان عزیز با make بدون اونم میاد ولی وقتی خواستیم بگین اشاره کردی شما با کلمه میک اینجا سر و کار دارید حرف اضافه ای که بعدش میاد تو هستش illusion تو به چیزی تو به کسی و هم اسم قابل شمارشه و هم غیر قابل شمارش خب لغت آسونیه لغت بعدی دوستان لغت بعدی که ما این در این درس صحبت میکنیم از کلمه analogous analogous چرا هی استفاده میکنی و برمیگردی میگی It's not similar to similar to you دوستان ما نمیگیم similar about ها برای کدام میگه similar فقط حرف اضافه تو میاد برو advanced در برو بگو analogous نگین analogous یا analogous نه analogous analogous دوستان لغت بسیار جذابیه خوراک آزمونه گوش کنید بهم. هم برای مثال برمیگردم میگم که آم، یه مثال خوب آقا دو تا کتاب با هم معرفی کردی ادعا میکنی با هم یکسانه و با هم شباهت دارن و مشابه هستن میگم اصلا اینا با هم شباهت ندارن میگم که دیز تو بوکس آر نات analogous in any way اینا اصلا in any اصلا اینا با هم دیگه مشابه مشابه نیستن یه مثال دیگه به تو میگم میگم چه جالب اصلا شکل خونه تو مشابه شکل خونه منه میگم که for example the exterior side of your house or the facade of your house or the appearance of your house is analogous to my house is analogous to my house مشابه analogous به خونه من analogous به خونه من یعنی مشابه به خونه من میگم که is similar to my house is analogous to my house میگم چه جالب ایده چقدر شبیه ایده منه میگم که your idea is analogous to, to, to my idea your idea is analogous to my idea بسیار عالی پس خوندیم analogous لغت بعدی ما از میگه مجبور کردن صحبت میکنه ما مثلا مثلا میگیم که آقا ما هیچ وقت دانش آموز نباید مجبور کنیم که فلان کارو بکنه میگم که you should never compel تلفظ کمپل کمپل. دوستان زیاد با حالت آوای نسیدم آروم بگید, بگید بگید compel انگار میگن کام بیا بعد میگیم پل نه زیادم کا نگید تلفظش ک میگید ک بعد میگین کم کمپیل حالا تونتر میگید میشه کمپیل, کمپیل. خب یه مثال بهتون میخواستم بگم این بود که دانش رو مجبور نکنید که برای مثال اینو حتما حفظ کنن اونو حتما حفظ کنن میگم که you should not compel students to memorize these useless things به هیچ وجه مجبورشون نکن دانش آموزان رو کمپل نکن که اینا رو حفظشون بکنن یه مثال میگم حاجی از شرکتم راضی نیستم میگه چرا میگم ببین مجبورم میکنم تا ساعت آره هشت شب اینجا بمونم حسابداری انجام بدم داده ها رو وارد کنم همه رفتم من موندم من باید هشت در بیام میگم که my کمپنی compels me to stay here around let's say I mean 8 p.m. or 8.45 p.m. my company کمپنی me to stay. if my company didn't me to stay, of course I would be able to get home earlier my مجبورم میکنه بنویس رو به روش force. My company forces me. My company compels me. <applause> لغت بعدی ما دوستان میگه همین لغت پنج بوده تو میگفتم. در تلفظ من شنیدم که دوستان میگید formidable. formidable. اصلا یه intonation pattern رو اصلا خارج میگید. ببین دوستان formidable نگید. formidable. formidable. همین به این تندی formidable. نگید فرمیدبل حتی تندم بگم formidable. جور در نمیاد formidable. formidable بسیار عالی هر چیزی که ترسناک و مهیبه حتی یه جایی به گلشم میترسونه ترسناکه و مهیبه میگی formidable خب برای مثال میگم که طرف یه آدم خوفیه ها آدم مهربونیه ولی توی تجارت یه آدم خوفی به حساب میاد یه آدم ترسناکیه هر کسی نمیتونه با این یارو معامله کنه پس میبینیم میتونم با معنی بدش به یک مسئله خوب رفتش بدم میگم که جیمز اکچولی از ا ریلی فیمس گای اند ریممبر لایک هی از فرمید هی هاز ا فرمیدبل رپیوتیشن رپیوتیشن اعتبار has a formidable reputation اعتبار ترسناک داره حالا شاید بگی معنیش بده نه من گوینده از منظر دیگه ای گفتم گفتم اعتبارش ترسناکه یعنی هر کسی باهاش معامله نمی نمیکنه معامله هاش بسیار سنگینه این مثال من درآوردی خودمه از منظر معمولی من میگم بهتون پس میگیم he has a formidable reputation in this uh, company or in this town حالا اگه از واقعا پیشینه اون انسان بده آره اگه اشاره کنی به اون شخص بدنام و بگی فرمیدبل رسمه یعنی میگی آدم بدی دیگه مثلا میگیم که he has a formidable background he has a formidable background. آقا یارو سوء پیشینه و پس خیلی ترسناک و مهیبی داره با این وارد بازار کار نشو خب اینجا اگه داستانو از پیش کسی به من بگه و من اون پس ماجرا رو بدونم یهو یه بیاد دیگه شخص فرمیدبل خب یعنی آدم بدیه ولی اگه از قبل به شما گفته که دو آدم بازاری میلیاردره کارش هم درسته هر کسی باهاش معامله نمیکنه چون معاله هاش سنگینه اینجا یه ها بگه فرمیده باید عجب آدم ترسناک خوفیه انگار حشمت فردوسه اینجوری پس یادتون باشه که میگه فرمیدبل یعنی ترسناک و مهیب از جنبه های مختلف معانی مختلف به خودش میگیره مثال آخرم هم بهتون بگم میگم بچه‌ها بریم بالا بریم فلان کوه، با هم دیگه بریم بالا یه نگاه میندازیم به کوه تو اکس مکس گوگل میگیم ای این که رامش متر کلی هم پیچ میش داره فلان میگم آره این کوه تنها کوهیه که به چالش‌های وحشتناک و ترسناکی رو به کوه پیماها به قول گفتنی نشون میده ارائه میده در معرض قرار میده میگیم که this mountain is a very formidable mountain and also it presents formidable challenges to the climbers formidable challenges کدوم چالش میگی formidable اوکی چالش های ترسناکی رو روبروشون قرار میده دوستان لغت بعدی همه یه نفر رو داریم که مزاحمه همه یه نفر رو داریم که سوالهای مزاحمت آمیز میپرسه و همه یه همسایه هم داریم که بسیار بازم مزاحمه به این میگین اینتروسیو اینتروسیو دوستان به این میگید اینتروسیو اینتروسیو یه مثال میخوام بهتون بگم میخوام بگم ببین تماس هات رو خیلی رو مخه ها داری هر روز 20 بار تماس میگیری میگم یور calls ببینین چهار کلمه your calls تماس های تو your calls are very intrusive your calls are very intrusive سوال هات خیلی دیگه داره مزاحمت ایجاد میکنه تماسات داره خیلی مزاحمت ایجاد میکنه همینجوری به همین راحتی یه مثال دیگه بهتون میگم یه همسایه داریم بغلمون لامصب خیلی مویدما خیلی رو حالا هرچی میگم که our new neighbor is very intrusive and you know actually he lives nearby and I can't tell him to lower down the volume of the music نمیتونم بهش بگم مثال موسیقی رو بیار پایین کار همیشه که شلام خیلی رو مخه اصلا خودش خیلی intrusiveه خیلی مزاحمه اوکی این شخص خودش رو احسابه و مزاحمت ایجاد میکنه intrusive موی دماغ اذیت کن رو احساب به این میگن intrusiveه دوستان لغت بعدی ما میگه پریودیک، پریودیک پریودیک دوستان دوره ای هر چیزی که دوره ایه. جلسات ما دوره ایه. درسته تجربه های ما توانایی های ما دوره ایه یه بار موفق میشیم یه بار نمیشیم ما میگیم کلا دوره ای خب میگم دوستان من مدیر شرکتم آقا در این شرکت به, به همه حوزدار میگم کسایی میگم بریم بهشون بگید ما تو این شرکت جلسات دوره ای برگزار میکنیم همه تونم باید حضور به هم برسونید اوکی. Okay. خب میگم که I hold من برگزار میکنم دیگه درسته I hold periodic meetings طرف میبرسه میتینگز آقا هر بار میگم دوره ایه I hold periodic meetings periodic periodic meetings اوکی okay. جلسات دوره ای برگزار میکنید جیمز آره حضور مهمه بله چون جلسه های ما دوره ایه همه تون باید باشید periodic meetings, periodic changes, periodic events, periodic happenings. هر چی بگی با کلمه پریودیک یعنی دوره ای. دوستان لغت بعد با هم کار میکنیم لغت بعد برمیگرده میگه پیشگویانه. prophetic prophetic میگه ما نمیگیم prophet محمد میگه نمیگیم prophet محمد اوکی اینجا از کلمه میگه prophet یاد کلمه میگه پروف... prophetic بیافتید پرفتک. یعنی پیشگویانه میگم یه جور صحبت میکنی انگار این جمله هات چی بگم خیلی پیشگویانه است میگم your words your words are very prophetic and uh, maybe your words will come true after after years بعدم نمیگی یا شاید حرفات یه چند سال دیگه درست آب در بیاد اوکی okay, بیکاز کلماتت خیلی پروفتیکه خیلی پیشگویانه است پروفتیک انگار وحی میشه بهت اوکی okay, اینجوری میگیم پروفتیک میگم چرا این کتاب بخرم جیمز میگه کتابیه که لامصب دیدگاه آینده پیشگویانه ای تو این کتاب هستش میخونی احساس میکنی بهت داره آینده رو به تصویر میکشه For example we say, this book contains this book contains prophetic visions this book contains prophetic visions about the future بسیار عالی مثل کتاب نوستراداموس که گفته هاش در مورد آینده است پس گفته هاش درسته؟ بسیار عالی خب دوستان لغت برای کلمه ابعاد صحبت میکنه ما میگیم proportions 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 یعنی ابعاد میگم ابعاد این نقاشی مناسب تابلوی منه دمت کرد بریم بذاریم نمایشگاه میگن که your paintings proportions make it look amazing make it look fabulous make it look realistic Love this. because the proportions of your paintings actually are amazing مقیاس و ابعاد نقاشی هات بسیار عالیه و خوراک فریمایی که من ساختم اصلا انقدم درست نقاشی کشیدی به ابعاد مناسب به پروپورشن های مناسب نقاشی کشیدی نقاشی واقعی دیده بریم بعدی دوستان لغت بعدی از کلمه ریدیلی صحبت میکنه readily یعنی به راحتی مگه ما نمیگیم ریدی یعنی آم... آماده است روش میشه به راحتی به راحتی اوکی دوستان پس کلمه readily با تلفظ readily میشه به راحتی ساختارش چیه؟ ساختار قید دیگه مشخصه ساختار قیده به راحتی آزادانه هم خانواده کرمه یه فریلی فریلی آزادانه خب میگم که کتاب کتاب میخوای بیا کتاب خونه من میگم چرا میگم هر کتابی بخوای آزادانه در اختیارت خیالت راحت هر چی بخوای اینجا به راحتی پیدا میشه میگم که for example all the books you want all the books you want are readily available here readily available ای خالی بگی are available یعنی در دسترس میگم هم مطمئنی دیگه همش میگم ببین گوش کن دارم بهت میگم readily readily available اوکی okay? میگید readily available خب و یا برای مثال رو برمیگردیم میگیم که تمامی دستور عمل ها تمامی دستور عمل ها به راحتی در دست همه قرار گرفته میگم که the instructions are readily available online the instructions are readily available online readily میشه به راحتی بسیار عالی لغت بعدی دوستان لغت بعدی ما از کلمه reliably صحبت میکنه reliably یعنی به طور قابل اعتماد میگم که you always complete your tasks reliably تو همیشه کارهات رو به طور قابل اعتماد تمام میکنی و این کار عالیه reliably پس ما خوندیم که رسما توی این درس که reliably میشه به طور قابل اعتماد و لغت هم خوب، لغت آسونی تلفظ به طور قابل اعتماد میشه کارتا انجام بدی و آها اینو بهتون بگم ببین دوستان مثلا ماشین میفروشی به این نفر میگه هاچی توی برف مرف و بارون و سرما و نمیدونم بیابون مثلا روشن میشه گیر میکنیم که میگم ببین خیالت راحت ماشین به طور قابل اعتماد روشن میشه نیش استارت برو حالشو ببر این خوراکته خوراک حالا هر, هر کاری که میخوای بکنی میگم که دیسکار استارتس ریلایبلی even in cold condition. Even in cold weather, for example, the car starts reliably. The car starts reliably. بسیار عالی. خب. دوستان لغت بعد ما هم کار میکنیم. کلمه یه البته افکت و یادمون رفت. ما اینجا افکت رو میزنیم. خب. Reluctantly. Reluctantly. رسمی میگن با اکراه. اینو ولش کن. بگو بی, بی میلی. میگم چرا داری با بی میلی زبان یاد میگیری؟ مگه من دارم با شوق به تو مثلا نکاشی کشتن یاد میدم. چرا انقدر بی میلی؟ میگم که ببین داری یاد میگیری یا اما داری با بیمیلی یاد میگیری خب نمیخوای پاشو برو خونتون دیگه نقاشی هم بالاخره یه هنره میگم که میگم که of course you are watching painting of course you are looking at my paintings. Of course you are learning 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 reluctantly you are learning reluctantly, reluctantly. reluctantly. داری خیلی با بیمیلی این کار انجام میدی بسیار عالی با بیمیلی خب یه مثال دیگه به تو میگم میگم حاجی موافقت کرد باهات میگه موافقت کرد موافقت کرد اما کاملا با بیمیلی اصلا اینگار نمیخواست میگم که he agreed, he agreed but um, reluctantly خیلی با بیمیلی بریم بعدی دوستان لغت بعدی ما از کلمه یه revive صحبت میکنه از کلمه یه revive رسمن دوستان این لغت یعنی احیا کردن احیا کردن اوکی مثلا میگیم که آه, یه مریضی از میخوای احیاش کنه، حالا خدا به کس قسمت نکنه ولی میگن که دکتر خیلی تلاش تو کرد ریوایف کنه اونو ریوایف کنه احیاش کنه و موفق هم شد خدا به شکر میگیم که the doctor actually worked extremely hard to revive the patient and of course he successfully managed to revive that patient and that was really a scary moment really a scary moment دکتر سخت تلاش کرد یک مریض رو احیا کنه ریوایوش کنه و واقعا این کارو کرد ریوایو میشه احیا کردن برای مثال دولت تو منجلاب قرار گرفته اقتصاد نابود شده داره تلاش میکنه خودش رو زنده نگه داره سر رو بگیره بالای آب نگه داره میگیم که the government is trying to revive the economy the government is trying to revive the, economy. the, trying to revive the economy. لغت آخر ما توی این درس برمیگرده به لغت بسیار پر محتوی تیمینگ تیمینگ فعلش میشه تیم with هزار و replete with replete with یعنی پر از چیزی تیمینگ هم همونه آقا من میخوام فعل به کار برم اینجا اینجوری وردرش نکنین مثلا صفتی ها فعلی به کاری برم میگم که uh, for example the streets were teeming with people the streets were teeming with people after the event بعد از رویداد خیابونا پر از مردم بود فوتبال برده بود مردم شادی میکردن پر بود ور تیمینگ ود بعدش حرف اضافه ویدو بگید و نگید استریت تیمینگ پیپل نه استریت ور تیمینگ ود پیپل بسیار عالی اگه تو خونهتون باغچه داره یه نگاه بنداز بهش باغ داره یه نگاه بنداز گل مول علف هر زیاد روش کرده دیگه داش میگم که دی گاردنش تیمینگ ود انسکتس دی گاردا گاردنش تیمینگ ود بسیار عالی خب دوستان یه مرور کوتاه با هم دیگه میکنیم و درس بعدش رو میکنیم. البته دوستان یادم نره که بهتون بگم ما یه لغت داشتیم اینجا یادمون رفت اینو با کار کنیم چون من لیست کردن رو کاغذ اینا رو لغت شماره که چهار کمپایل این یادمون رفت ما بگیم کمپایل دوستان یعنی گردآوری کردن این یادتون نره تو علوم برنامه نویسی کمپایل یعنی همون کد رو کامپایل میکنی کد رو به اجرا در میاری دنبال حالا بعدش مرحله دیباگینگ رو انجام میدی اینجا کامپایل میخوام بگم گردآوری میگم که جیمز یه لیستی جمع کنه از همه Uh, دانش آموزانی که دوست دارن به مرحله سی سی وان برسن امثال یا سی تو بگم اوکی okay, دستور چی بود میگیم جیمز پلیز کمپایل پلیز کمپایل ا لیست اف فور اگزامپل استودنتس میبی مثلا میگیم نیمشون نیمز هو وانت تو ریچ فور اگزامپل سی وان لول میخوام برسم به سطح سی چیکار کن اسامیشون و دانش آموزا رو لیستشون رو کامپایل کن گردآوریش بکن جیمز یه داده مادم گردآوری کن یادت نره های موقع داده ام گردآوری کن میگم که پلیش کامپایل آل دی دیتا پلیش کامپایل آل دی دیتا کامپایل کن یعنی گردا گردآوریش کن بسیار بسیار عالی خب اما مرورمون دوستان عزیز لغت داشتیم اشاره غیر مستقیم analogous مشابه بودن چیزی با چیزی compel مجبور بودن compile گردآوری کردن formidable ترسناک و مهیب intrusive مزاحم periodic دوره‌ای prone مستعد ما این لغت یادمون رفته و در آخر حتما الان با هم کار میکنیم اینو prophetic یعنی پیشگویانه proportions یعنی ابعاد readily یعنی به راحتی یعنی به طور قابل اعتماد reluctantly یعنی کاملا با بیمیلی revive احیا کردن نجات دادن هر چیزی و هر کسی تیم تیمینگ پر از چیزی بودن و اما دوستان لغتی که توی پی دی اف من اشتباه چاپ شده به این ور به اون ور چون لیستامون دو توی پی دی اف رو برون مستعد بودن دوستان پرون میشه مستعد یادتون نره که میگه پرون میشه مستعد مثلا میگیم که I am prone Oh, for example catching college. بچه ها منو نبرین تو رو خواهد سر، سرما بیرون من بدنم حساس ببین سرما بخوره به این مشامم یعنی سرما خوردم پس من مستعد سرما خوردگیم اوکی؟ okay? میگم که I am I am prone حرف اضافه که میاد بعدش توه I am prone to catching I am prone to catching به این میگم مستعد چیزی بودن حساس به چیزی هستی و سریع رو میگیری میگم که ببین دوران کرونا دکترها گفتن سازمان سازمان جهانی بهداشت World Health Organization گفتش که older people are very very prone to injuries یعنی افراد مسن بسیار مستعد هستند نسبت به حالا جراحات من مثل اینجوری گفتم مثلا میگم تو دیس به این بیماری مستعد هستن پس لطفا بیشتر از پیش مراقب خودتون توی بیرون باشید این هم از اون پس کلامی که پرون میشه مستعد حرف اضافه ای بعدش تو بسیار عالی دوستان تا درس بیست و چهارم همراه دورهای حزم زبان انگلیسی باشید